نیم ولی بهتون دروغ گفته بودم. خب امروز شد. گاهی اوقات برای دروغ گفتن لک میزنه دارم. چه دروغ هایی میگم. خب عزیزان، ما برای همه ما بدیهیه که کتاب مقدس کتابیست که در دنیا خیلی طرفدار داره، خیلی ها میخونن و پرفروشترین کتاب و کتابیست که زندگی ما رو عوض کرده. همینطور همه ماها که اینجا هستیم به خاطر کتاب مقدس. کتاب هیجان انگیزیست، راجع به خدا صحبت میکنه، راجع به گناه، راجع به اخلاقیات و برخی موضوعاتمون رو ما میخونیم و میفهمیم، ولی جاهایی که نمیفهمیم یواشکی رد میشیم از کنارش. نه؟ اعتراف میکنید؟ بعدا شما رو ببخشید. و اون جاهایی که نمیدونیم چی کار میشه کرد میگیم خب شاید این برای ما نیست، و ولی کلام خداست. اگه کلام خداست قرار بر اینه که ما همه رو بفهمیم و نه با یواشکی از کنار بعضی آیات سخت رد بشیم. قصد من از این سری درس ها اینه که ما همه کلام رو بفهمیم، آیات سخت، و ببینیم که چی از چیه. و اگه ما کتاب مقدس رو بخونیم بعدش چند سال و همونی که میدونیم همون داستانها را هی بخونیم یواش یواش حوصله‌مون سر میره، دیگه نمیخونیم، چون چند دفعه دوباره همون مطلب رو بخونیم. اتفاقا گاهی اوقات به ایمان ها راست میگن که شما این همه خوندید هنوز تموم نشدیم کتاب. نمیفهمیم چرا. و حیفه که کلام خدا رو عمیق نخونیم، چون نویسنده ها عمیق نوشتن ولی ما خواننده ها گاهی اوقات به عمقش پی نمیبریم و سطحی میخونیم و رد میشیم. و چون بارها خوندیم دیگه یواش یواش میگیم من اینو که بلدم دیگه، چقدر بخونم. پس قصد من اینه که یه کاری بکنیم که کتاب مقدس رو عمیق‌تر بخونیم، درست‌ترم بخونیم و کاربردش هم ببینیم که برای زندگی ما چی هست و بتونیم به زندگی خودمون ره بدیم. مشکل اساسی وقتی که ما کتاب رو میخونیم همینه که نمیدونیم چجوری به زندگی خودمون ره بدیم. بعضی چیزها البته بدیهیه ولی بعضی چیزها سخته. پس این درسی که شروع میکنیم از امروز، و من سعی میکنم که چند جلسه با هم داشته باشیم، اگه لازم شده کمی بیشتر جلو میدیم، اگه نه شاید مثلا حدود نمیدونم چقدر طول بکشه، شاید 10 جلسه طول بکشه تمومش کنیم، ولی اگه دیدم که با هم همکاری میکنید و اینا چونم داغ شد میریم جلوتر، اگه سرد شد که همونجا تبکیش میدیم و تمومش میکنیم. از شناخت کلامه درس امروز ما هستش، اصول تفسیر کتاب مقدس. میخوام که پایه رو همین امروز بذارم. قبل از اینکه برم جلوتر، اگه دوست دارید میتونید دست بلند کنید، اگه نه اوکیه. چند نفر از شما کتاب مقدس رو همه رو خوندید از اول تا آخر؟ اوکی، اکثر شما خوندید، بعضیاتون نخوندید. شاید برای اونایی که نخوندن کتاب مقدس یه مقدار این درس سنگین باشه، چون من اشاراتی میکنم که مثلا فلان جا اینجوری اونجوری باید خونده باشین که بدونید من چی دارم میگم. پس این درس حالا البته هیچ اشکال نداره اگه نخوندید از امشب شروع کنید به خوندن، یعنی شبم نخوابید فکر کنم در عرض مثلا 2-3 روز اگه هیچی نخوابید هیچی نخورید تمومش کنید، هیچ اشکال نداره. پس بدویم بخونید تا هفته دیگه. من میخوام هم کتابات رو یه دور خونده باشید. حالا قبل از اینکه جلو بریم، من دوست دارم که بحث گروهی داشته باشیم. خب تو کتاب مقدس این آیات هست، الان نشون میدم. من میخوام ببینم این آیات رو شما چجوری تفسیر میکنید و چه برداشت روحانی برای زندگی خودتون میکنید. جامعه را که از دو نوع نخ بافته شده باشد بر تن مکنید.
سوال بعدی. امیدوارم تمام لباسه شما از یه نخ تهیه شده. بعض برای تفریح، اینو من خیلی دوست دارم، بعض برای تفریح برپا می شود و شراب زندگی را شاد می سازد، اما پول پاسخ همه چیز است. شما می دونستید این در کتاب مقدسه؟ خب این رو چجوری تفسیر می کنید؟ آنگاه پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی به راه افتاد. خب وقتی اینو می خونیم چه برداشتی باید بکنیم؟ آیا ایماندار نباید مثل پتروس رو آب راه بره؟ بفرد بحث کنید. پس ببینید چجوری این رو تفسیر میکنید و چه برداشتی ما از این ها میتونیم بکنیم برای زندگی امروز ما. همجور ساکت بشینید به من نگاه کنید جواب نمیادم. دودل نباشیم بعضی هم از که باور نمی کنید من از کتاب از در آمده دارید خودتون می گردید چک کنید ببینید دارم Or if you want to start with the first one, you should have a little bit of 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 a little b
مناگه فوق خوب چی رو خوشون داری؟ خوشون داری؟ خوشون داری؟ خوشون منش به یوم آقای که تو دو خوشون مثلا باید این چند آسان رو خوشون خوبیت داد باید دایی با همار شراب برما بعضی برما همه چمار برما و چی دار کنم رو خوشون بر دو بار کنم مثل به تو خوشون هم خب بسیار خوب خب ما وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم به این شکل و آیاتی مثل این هست که نمیتونیم نمیدونیم معنیش چیه جامعه که از نخ بافته شده معلومه دیگه رد میشیم دیگه به روی خودمون نمیاریم یا شروع میکنیم به روحانیزه کردنش و مثلا یهو میگیم دو نوع نخ مثلا نمیدونم یکی مال شیطانه یکی مال خداست مثلا یه چیزایی به هم میبافیم میگیم یا بعضی این کار رو میکنن یا از کنارش رد میشیم یا یه تفسیری میکنیم که اصلا معلوم نیست از کجا آوردیم این تفسیر رو روحانیش میکنیم یا تمثیلیش میکنیم میگیم یه معنی خاصی داره یه معنی دیگه ای داره اینه که اینجور اگه بخواییم ما کار بکنیم یعنی کتاب مقدس رو نخواهیم فهمید که بعضی آیات رو ما رد بشیم از بغلش یا اینکه تفسیر به زور یعنی روحانیزش بکنیم و میدونید چه وخامتیه که آدم یه آیه رو نفهمه یه تفسیری بکنه بعد اون تفسیر رو تو زندگیش اجرا بکنه به دیگران به خورد دیگران بده واویلاست خیلی ناجوره خب منم جواب اینا رو فعلا نمیدم بذار همینجور بمونه خمار بمونی شما که بقیه درسان بیایید بعد یواش یواش خواهیم فهمید که منظور اینا چی هست پس ما کتاب مقدس رو میخواییم بخونیم کلام خداست ولی میدونیم که این کتاب مقدس سالها پیش نوشته شده برای یک عده‌ای که 2000-3000-4000 سال پیش زندگی میکردن درسته؟ مخاطبین اصلی کسان دیگه ای بودن و ما الان میخواییم بخونیم و از کتاب مقدس هم لذت ببریم و بفهمیم که کتاب مقدس چی میگه اما برای اینکه اینو ما بدونیم ما که اینا نیستیم نه؟ خیلی فرق داریم با اینها قبل از اینکه ما کتاب مقدس رو بفهمیم باید ببینیم که اینا چجوری فهمیدن کتاب مقدس رو اگه میخواییم درست تفسیر کنیم درست میگم؟ یا فکر میکنید اینا نفهمیدن ما میفهمیم خیلی پیشرفته ایم یعنی اگه مرقس برای یه عده ای انجیل رو نوشته میخوایم ببینیم اون عده ای که خوندن چجوری فهمیدن اینو قبل از اینکه ما بگیم که این برای من این معنی رو داره و اینها نه باید ما اینو بدونیم تا اینو ندونیم نمیتونیم کتابانس رو بفهمیم اما مشکلی در کاره یه سلبی هست این وسط که بین ما و اینایی که چندین هزار سال بودن هست چه موانعی هست تو کار؟ مانع فرهنگی هست زبانی هست موقعیت اونا با موقعیت ما فرق میکنه زمان اونا با زمان ما فرق میکنه و حتی خیلی چیزای دیگه ولی اصل کاری ها اینا هست و چون اینا هست ما نمیتونیم بفهمیم درست مثل این که مثلا اونا چینی حرف میزنن ما فارسی حرف میزنیم اونا یا غذای دیگه ای میخورن ما یه جور دیگه میخوریم پس این کتاب برای اینا نوشته شده و ما ناچاریم اینها رو بدونیم که اینو بتونیم بفهمیم تا نفهمیم نمیدونیم مثلا
یه پارچه ای که از دو تا نخ بافته شده چرا بده؟ درسته؟ پس ما باید اینا رو درک بکنیم. پس باید بریم به دنیای اونها، سفری بکنیم به دنیای اونها، که این درس ها همینه، داریم سفر میکنیم، میریم اون زمان ببینیم چیه، ببینیم اونا چیکار میکردن، چجوری اینو میفهمیدن، بعد از اونجا با خودمون بیاریم اون چه که یاد گرفتیم که تازه بتونیم کتاب مقدس رو ما بفهمیم. این یه سفره، ترک از فهمیدن کتاب مقدس، تفسیر کتاب مقدس یه سفری میمونه که ما باید بریم سفر کنیم back to the future یا همچین چیزی، این مسافت ها رو طی کنیم بریم اون زمان ببینیم اونا چجوری بوده، بعد برگردیم اینجا بگیم آها حالا برای من کتاب مقدس این معنی رو داره. این سفر رو ما باید طی بکنیم ناچاریم ازش. یک کلمه ای که شما باید یاد بگیرید اصل الهیاتیه. اصل الهیاتی، منظور از اصل الهیاتی چیه؟ اصل الهیاتی با کاربرد سر و کار داره. یعنی من وقتی کتاب مقدس رو میخونم، وقتی نتیجه میگیرم که من اینجوری باید عمل بکنم، این نتیجه گیری کاربردی که من الان چیکار باید بکنم، میگیم اصل الهیاتی. اصل الهیاتی یعنی برای اون زمان اصل بوده، برای ما هم اصله. اصل الهیاتی چند ویژگی داره. بازتاب اون باید در متن دیده بشه. یعنی اگه من میگم که من از این آیه اینطور میفهمم که من باید دعا کنم، به یه شکلی این متنی که من خوندم باید توش مستتر باشه. یعنی اگه نباشه خب اون متن رو من درست نفهمیدم. مثلا حالا این که پتروس روی آب راه رفت، اگه من میخوام بگم که من باید روی مشکلات مثلا راه برم، این اصل الهیاتیه که من از اون متن در گرفتم. و خب اونجا پتروس راه میرفته، شباهت داره منم روی مشکلات راه برم، فرضاً میگم. یعنی این که میگم بازتاب باید داشته باشه، یه جوری این انعکاس بازتاب باید باشه. دوم این که باید محدود به زمان و فرهنگ و موقعیت خاصی نباشه. اگه مربوط به اون زمان فقط باشه و فرهنگ خاصی باشه و موقعیت خاصی باشه، پس اصل الهیاتی نیست. اصل الهیاتی یعنی یه چیزی من از کتاب مقدس یاد گرفتم که برای زندگیم اجرا بکنم، که در هر جای دنیا، در هر زمان، در هر نقطه جغرافیایی که کسی باشه اون کار میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم این مال یهودی هست، این مال ایرونی ها نمیتونن این کارو بکنن، ارومنه نمیتونن، یا مثلا در فلان موقعیت. پس اصل الهیاتی جاودانیه، زمان و موقعیت و اینا سرش نمیشه. مثل این که مثلا بگیم خدا قدوسه، دیگه در عهد عتیق قدوسه، در عهد جدید قدوسه، هر جور تو بری خدا قدوسه. این اصل الهیاتیه، درست؟ پس اصل الهیاتی زمان بردار نیست، محدودیت فرهنگی و قومی و نژادی و اینها نداره، باید اینجوری باشه. بعد اصل الهیاتی باید با تعالیم دیگر بخشای کتاب مقدس هم همخوانی داشته باشه. اگه تو یک قسمت از کتاب مقدس رو میخونی و میگی من از این کتاب مقدس این قسمت رو خوندم، فهمیدم، اگه کسی به صورتم کشیده میزنه منم باید پدرش رو درارم، خب این باید تو آیات دیگه هم باشه در عهد عتیق. آیا فقط در همین آیه هست یا که جاهای دیگه اینو میگه؟ میدونید خب خیلی هستن یه آیه میخونم میگن طبق این آیه من اینو فهمیدم، ولی آیه جاهای دیگه کتاب مقدس هم اونو تایید میکنه. پس این همخوانی حتما باید موجود باشه. بعدش باید هم مخاطبان کتاب مقدسی و هم خوانندگان امروزی ربط داشته باشه. مخاطب کتاب مقدسی کیه؟ همون افرادی هستن که ابتدا کتاب مقدس، هر کتابی خطاب بهشون نوشته شد، مردم اون زمانه. پس این چیزی که من الان میگم، وقتی میگم
مثلا من از این آیه، از این متنی که خوندم یاد گرفتم که باید روزی مثلا سه بار دعا کنم، این باید در همون زمان هم باشه. یعنی اونها هم همینجوری، ما هم همینجوری. اصل الهیاتی نمیتونه فقط مال یکی باشه، اونا یا ماها. حالا این اصول اساسی هست، ولی من حتما تمرین میدم که شما بدونید که چیه. آیاتی رو میدم که شما روش کار بکنید برای اینکه این جا بیفته. موقعی وقتی تعریف میکنیم یه مقدار سخته چون هنوز تئوریه، ولی عملا ما به اینا خواهیم پرداخت تو این کلاس. خب گام های درک کتاب مقدس. امروز ما پایه رو میذاریم، بعد از این تو کلاس ما خودمون تمرینات میکنیم، آیاتی من میدم، سوال و جواب میشه برای اینکه عملا ما بتونیم واقعا کتابانس رو درست تفسیر بکنیم. ولی امروز مقدار تئوری و اینا هستش، پس امیدوارم حوصله‌تون سر نره. راجع به قبلی سوالی چیزی بود؟ اگه سوال دارید بپرسید. اون اصولی که من گفتم همه چی واضح بود؟ خب حالا گام های درک کتاب مقدس. من اولا بگم که کتاب مقدس رو ما موقعی درک میکنیم که درست بخونیم، درست تفسیر کنیم و درستم به کار ببریم. یعنی تا به کار نبردیم ما کتاب مقدس رو نمیدونیم. این حسن کتاب مقدسه، این ویژگی کلام خداست. هر کتاب دیگه شما وقتی خوندید و فهمیدید تموم شده، ولی کتاب مقدس رو ما میخونیم، میفهمیم و باید اجراش هم بکنیم. اجرا هم جزء فهمیدنشه. You don't know it until you do it. تا انجامش ندادی هنوز نمیدونی کتاب مقدس چیه، چون کتاب مقدس چیز انتزاعی نیست که ما در فکر بفهمیم، یه چیز عملیه و کلام خدا برای همین نوشته شده که ما اجرا بکنیم. خب معنای متن برای مخاطبان کتاب مقدسی چه بوده؟ پس ما اول اینو میپرسیم. هر آیه که شما میخونید، هر جا در عهد عتیق، در عهد جدید، وقتی میخونید این سوال از خودتون میکنید که برای اونا چه معنی داشته. اگه نتونید به این جواب بدید دیگه ببندید کلام خدا رو، دیگه نخونید، چون فایده نداره. باید دقیقا بدونید برای اون زمان این چه معنی داشته. از اینجا شروع میشه. بعد میان ما و مخاطبان کتاب مقدسی، فهمید مخاطبان کتاب مقدسی منظور میشه نه، چه تفاوتایی وجود داره؟ از نظر فرهنگی چه تفاوتایی وجود داره؟ از نظر عهدی آیا اینا زیر عهد قدیم بودن، ما زیر عهد جدید هستیم، این یه تفاوتیه؟ نه، اونا اسرائیلی بودن، میرفتن سرزمین کنعان رو فتح کنن، ما که نمیدیم کنعان رو فتح کنیم. هم تفاوت ها، هم تشابهات، همه اینا رو ما باید بدونیم. ولی مخصوصا تفاوت ها، چه تفاوت های بین ما ها هست. سوم، در این متن چه اصل الهیاتی نهفته است؟ اصل الهیاتی رو توضیح دادم، نه؟ باید ببینیم چی اینجا هستش که ابدیه. چه اصلی من یاد میگیرم که هر جای دنیا باشم، من باشم، یکی دیگه باشه، یه مسیح دیگه باشه، مال مسیح 1000 سال پیش باشه، 1000 سال بعد باشه، ایرانی باشه، عجم باشه، عرب باشه، هر چی میخواد باشه، براش صادقه، هیچ فرقی نمیکنه. اصل الهی این مشکل ترین قسمته که من متن رو که میخونم بدونم چه چیزی اصل الهیاتی، این چیه، از این چی یاد میگیرن که باید انجام بدن. چهارم، اصل الهیاتی ما چگونه با باقی قسمت‌های کتاب مقدس مطابقت پیدا میکنه. اینو توی اون چیزم گفتم قبلی، یعنی نمودار قبلی، آیا این همخوانی داره نداره، چجوریه و چجوری همخوانی داره. یعنی باید بقیه که دانستم بلد باشم که اینو بتونم بدم باش. و بالاخره امروزه افراد مسیحی چگونه باید بر اساس اصول الهیاتی زندگی بکنن. شماره 1، 2، 3، و 4 یعنی تفسیر کتاب مقدس، تفسیر متنی که ما میخونیم. 5، کاربردشه. یعنی من وقتی که خوب فهمیدم چی میگه کتاب مقدس، حالا چجوری به کار ببرم تو زندگی خودم.
یک و دو و سه و چهار برای همه ما باید یکسان باشه. یعنی اگه من یه متن رو میخونم میگم این برای مخاطبان کتابانس این معنی رو داده، شما باید همین رو بگید، نمیتونه چند تا معنی داشته باشه. ولی آخری هر کسی شاید برداشت مختلفی بکنه. به همین خاطر وقتی ما کتاب مقدس میخونیم، مثلا بایبل استادی داریم، درست این نیست که من بپرسم که این متن برای شما چه معنی داره. باید بگم این متن چه معنی داره برای همه، نه برای شما. من دارم اینو میپرسم، این چهارتا رو میپرسم، برای شما چه معنی داره؟ معنی نداره، در واقع هیچ معنی نداره این گفتن این حرف. ولی من میتونم بگم شما چه برداشتی میکنید. پس متن چه معنی داره برای همه، ولی شما، برای شما حالا کاربردش برای شما چیه؟ در اینجا ممکنه فرق بکنه. چرا؟ چون موقعیت همه ما فرق میکنه. یکی از شما ممکن در یه موقعیت خاصی هستش که من نیستم، من در یه موقعیت خاصی هستم، شما نیستید. پس وقتی کلام خدا رو میخونیم، روح القدس به من نشون میده که من این کاربرد برای منه، برای شما یه چیز دیگه است. اما تفسیر نمیتونه برای تو یه چیز دیگه باشه برای من. همون که برای 2000 سال پیش برای اونا هرچی بود، برای ما هم همون باید باشه، منتها کاربردش فرق میکنه. بعضی که میگن من خب کتابانس رو میخونم برای من این معنی رو میده، نه، برای تو باید یه معنی بیشتر نده، کاربردش فرق میکنه. پس اول ما باید خوب بفهمیم کلام چی میگه، بعد ازش برداشت کاربردی بکنیم، برای خودمون ببینیم که چه معنی میده. خب سوالی هست در این موارد؟ میگم به تدریج که ما جلو بریم اینا روشن‌تر میشه. میدونم فعلا یه کمی سنگینه، چون ما داریم روی پارامترها رو روی تعاریف و اینا کار میکنیم، ولی عملی ترش میکنیم که هر چیز در باشه. حالا یه متنی هست، میتونید از کتابانس رو نگاه کنید، باور کنید هر کی دوست دارید، قسم منم از کتابانس برداشتم. یوشع باب 1 آیه 1-9 نگاه کنید و میخواییم روی این متن رو کار بکنیم بر اساس اون چه که من الان گفتم. خب پس از درگذشت موسی خادم خداوند، خداوند دستیار رو یوشع ابن پسر نون را خطاب کرده، گفت خادم من موسی درگذشت است، پس اکنون برخیز تو و تمامی این قوم تا از این رود اردن گذشته به سرزمینی درآیید که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل میدهم، چنان که به موسی وعده دادم، هر جایی را که کف پای خود را برام بگذارید به شما دادم، از صحرا و این لبنان تا رود بزرگ فرات که سرزمین هیتیان را نیز شامل می شود و از آنجا تا دریای بزرگ در غرب جملگی قلمرو شما خواهد بود. در همه ایام عمرت هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر تو نخواهد بود، همون گونه که با موسی بودم با تو نیز خواهم بود، تو را ترک نخواهم کرد، راه نخواهم گذاشت، قوی و دلیل باش، زیرا تو این قوم را وارث سرزمینی خواهی ساخت که به نیاکانشون سوگند یاد کردم آن را به دیشان ببخشند. فقط قوی و بسیار دلیل باش، دقت کن تا مطابق تمامی شریعتی که خادم من موسی تو را بدان حکم کرده است عمل نمایی، از آن به چپ یا راست منحرف مشو تا به هر جا که می‌روی کامیاب گردی، کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن که مطابق هر آنچه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را پیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. آیا تو را امن نکردم؟ قوی و دلیل باش، مترس و هراسان نباش، زیرا هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. خب حالا توی گروهتون بحث کنید، اونو خوندم، باز میتونید نگاه کنید بهش و اینا رو جواب بدید. این متن رو بخونید و از این متن اینا رو جواب بدید. معنای متن برای مخاطبان کتاب مقدسی اون زمان چی بوده؟ یعنی اون زمان که خدا اینو به یوشع میگفت و اینها، چه معنی برای اسرائیلیا و یوشع و اینا داشت؟ و همینطور حالا چه فرقی است بین ما و اون زمان و همینجور تا آخر، و بالاخره چه اصل الهی هست که میتونیم ازش برداشت کنیم. این میشه که دامانس رو درست خوندن، فهمیدن و کاربردش رو پیدا کردن. بفرمایید. خدا یار و یار.
هر جایی که کف پای شما گذاشته باشه به شما داده میشه، هر جایی که کف پای شما گذاشته باشه به شما داده میشه، چون که موسا گفت از صحرا و این لبنان و رم بزرگی نهر فرات تمامی زمین میکیان و تا دره بزرگ به طرف مرکز آفریقا حدود شما خواهد بود. هیچ کس در تمامی ایام اون رفت یارای مقابل باتون نه، چنان که من موسا بودم باتون خواهم بود تو را بود بودم نه نه نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. قوی و بسیار دلیل داشت تا بر حسب تمامی شریعت پیرونده من ساتو را هم کرده است مخالی شده عمل نمایی زنها Thank you.
مخ مستر مخ هدف و جمله کوکنا دوستان با دست پروژه با کوکنا دوستان شباهت ماسون کنیم بگیم که این مد چی میخواسته بگه برای اونا؟ اطاعت کرد رهبرشون عوض شد و بعد از پیه رهبر جایی دارد دانم؟ رهبرشون عوض شد که بعد از پیه رهبر جایی دارد اوکی، آرائت دیگه؟ بعده کامیابی بعده چی؟ که همون بعده که به موسا داده به یوشم اوکی، به یوشم میده هدفش کامیابی بوده چون که در قسمت آخر اشاره به چون ما کامیاب باشیم و یکی هم این که قوی و دلیر باشیم چون که قوم ترس داشتن نگاهشون به موسا و موسا را از دست داده بودن خداوند میخواد نگاه ها به طرف اون متوجه باشیم چقدر خوبه که ما همش میریم اون زمان چی بوده چجوری بوده اونو ما میخواییم خوب بفهمیم نه؟ این قدم اول خیلی خیلی مهمه شما هر متن کتاب هست که میخوند اول اینو با جواب بدید اگه نفهمیم اون زمان منظور چی بوده بقیهش میگه فایده نداره از خودمون این چیزهای در میاریم و روحانیزش میکنیم و اصلا نمیفهمیم چی به چی پس تقریبا اینا رو من نوشتم لب مطالبه ولی میتونیم چیزهای دیگر بگیم یوشع باید از حضور قدرتمند خدا تقویت بشه درسته؟ خدا میگه که نترس شجاع باش من با تو خواهم بود که بری سرزمین رو فتح کنی پس اینو ما میبینیم که هست یوشع قراره که از حضور خداوند نیرو کسب بکنه تشویق بشه تحقیق بشه جلو بره و در ضمن باید در شخصیت خدا هم تفکر کنه یادتونه بهش گفت که این کتاب از دهانت رو دور نشه اینا ما میبینیم اون زمان این معنی رو داده برای اونها تا بتونه سرزمین موعود رو تسخیر کنه خب این مال اون زمانه حالا کار نداریم ما چه کار باید بکنیم ما فقط ذکر اون زمانه تقریبا چکیده یوشع یک تا نو میتونیم بگیم اینه موافقید؟ آکه بعد دومی رو جواب میدیم میان ما و مخاطبان کتاب مقدسی چه تفاوتای وجود داره حالا که فهمیدیم جریان اونه یوشع باید این کار رو بکنه اینا حالا ما با اون زمانی که یوشع بود اینا چه تفاوتایی بین ما هست اینا رو باید تشخیص بدیم چه تفاوتایی هست اولا اینکه اسم ما یوشع نیست قوانین تورات نیازیست ما دونه جانه؟ قوانین تورات نیازیست ما دونه چرا؟ قوانین تورات ما دونه اوکی، مال عهد قدیمه ما زیر عهد جدید هستیم اوکی، پس این تفاوت مهمیه درسته؟ در واقع هر موقع شما عهد عتیق رو میخونید و میخواهید که تفسیر کنید نمیگم که عهد عتیق هیچ کاربردی برای ما نداره داره ولی باید از زیر عهد جدید وقت بشه چون وقتی عیسی مسیح اومد عهد جدیدی آورد خیلی چیزا اوضاع فرق کرد اگه این نباشه ما در عهد عتیق چیزایی میخونیم میگیم حالا چجوری انجام بدیم ولی یادتون باشه که عهد جدیدی هست در پرتو اون باید ما اینا رو تفسیر بکنیم مثلا فرضاً وقتی که در جامعه میخونیم که جامعه میگه همه چی بتالته پوچی گرایی هستش مثلا که آلبر کامو داره حرف میزنه و پوچیه نهیلیستی و اینا و
ولی ما میگیم که نه، همه چی پوچ نیست، چون عیسی مسیح اومده عهد جدید آورده. در پرتاب اون باید نگاه کنیم، میتونید؟ یا ایوب یا هر چیز دیگه ای. پس بله، اینکه گفته خیلی نکته مهمه. آیا ما رهبر اسرائیل هستیم؟ نیستیم. ولی موشه دایان بود و یکم یوشه بود. ما یوشه نیستیم، رهبر اسرائیل نیستیم. پس حرفایی که خدا به یوشه زده ما میتونیم انجام بدیم. حالا به اونجا نرسیدیم هنوز، ولی خب من یوشه نیستم. باید اینجوری فکر کنیم دیگه، نه؟ میخوام یواش یواش به کنه مطلب پی ببریم و دقیقا ببینیم چجوری تفسیر کنیم دیگه. آیا وظیفه برای فتح کنعان داریم؟ غیر از این نفر دیگه. خب پس اینم تفاوت ماست. یوشع میخواست بره کنعان رو فتح کنه، به همین خاطر خدا این چیزا رو بهش میده. ولی ما که من رهبر اسرائیل هم میخوام کنعان رو فتح کنیم. اینجوری شروع کنیم به فکر کردن بعد از این، اوکی؟ آیا زیر عهد قدیم هستیم؟ نه، زیر عهد جدیدیم. پس اونم یه تفاوتیه که ما با یوشع و با اون زمان داریم. باز ممکنه یه چیزهای دیگه هم شما بتونید اضافه کنید، ولی لب به مرتب و من میگم یه مقدار امروز کمک بکنم، یواش یواش بیشتر بار رو میذارم رو موجودهای شما. خب، رسیدیم به سومی. در این متن چه اصل الهیاتی نهفته است؟ برای خدمت به خدا لازم است از حضور او تقویت شویم، چون به یوشع اینو گفت. حالا چرا این اصل الهیاتیه؟ چون برای منم مفیده، برای یوشع هم مفیده، درسته؟ اصل الهیاتی گفتیم باید اصلی باشه که همیشه کاربرد داشته باشه. میخوای اسرائیل باش، میخوای نباش، هر چی، میخوای مال عهد جدید باش، عهد عتیق باش، این اصل باید باشه که برای همه باشه. بله، میتونی بگیم اصل الهیات اینجا حضور مطلق خداست در هر شرایطی که اینجا ما هم داریم بیریم حضور مطلق خدا. اینه، درسته، درسته، شور، آمین، آمین. باید از کلام خدا اطاعت کنیم و دائم در اون تفکر نماییم، این درسته؟ تو ما اینو داریم یاد میگیریم، نه؟ الان میخوایم یواش یواش برای به خودمون الان رب بدیم، میخوایم ببینیم که چه اصل الهیاتی، یعنی منم دخیلم توش، منم میخوام ازش استفاده کنم. بعد میرسیم به چهارم، اصل الهیاتی ما چگونه با باقی قسمتهایی که به آمدست مطابقت پیدا می‌کنه. اینم درست، اینم با دقت کنیم. ممکنه شما یه متن رو بخونید، اصل الهیاتی رو کشف کنید، بگید آها این اینه، من یاد گرفتم که این کار رو باید بکنیم. ولی آیا جاهای کتاب دیگه کتاب مقدس همون رو تایید میکنن یا نه؟ گاهی اوقات ممکنه شما به یک نتیجه برسید بعد جاهای دیگر کتاب مقدس رو تایید نکنه. خیلی از آیات هست اینجوریه. پس این یک کمی کمکمون میکنه که ما درست بمونیم در کلام، خیلی افراطی فکر نکنیم. مثلا پولس در اول قرنتیان باب 15 میگه که پس چه کنن آنانی که برای مردگان تعمید میگیرن؟ اوکی، پس میشه برای مردگان تعمید گرفت، من بابام مرد تعمید نگرفته، من به جاش تعمید بگیرم. ولی آیا جای دیگه کلاموس میگه اینو؟ نمیگه. خب پس این اصل الهیاتی نمیتونه باشه، چون جاهای دیگه اینو نمیگه. خب در عهد جدید حضور خدا دیگر در خیمه نیست، درسته؟ پس این اصل الهیاتی هست، ولی از یه لحاظ حالا اینم بگم، اینو شما میتونید اینجا اضافه کنید، من یادم رفت بنویسم. پس اصل الهیاتی ما چگونه با باقی قسمت‌های کتاب مقدس مطابقت میکند؟ و در ضمن میتونید اضافه کنید آیا عهد جدید آن را تأیید یا تعدیل میکند؟ تأیید یا تعدیل؟ تعدیل یعنی یه مقداری درستش میکنه، این ور اون ورش میکنه. اینجا عهد جدید اون رو تعدیل کرده، چون صحبت حضور خدا میکنیم الان، نه اصل الهیاتی راجع به حضور خداست داریم صحبت میکنیم. در عهد عتیق حضور خدا کجا بود؟ فقط در خیمه بود. از خیمه مردم میرفتن تو خیمه که حضور خدا رو اونجا ببینن و باشن.
ولی در عهد جدید حضور خدا کجاست؟ در از طریق روح القدس در ماست. ما هر جا که باشیم به خاطر داشتن روح القدس در این معبد حضور خدا با ماست. پس اینم فرق عمده ای که ما با یوشع داریم، با عهد عتیق داریم. خدا توسط روح القدس در ما حاضر است. و امروزه افراد مسیح چگونه باید بر اساس الهیاتی، اصول الهیاتی زندگی کنن؟ اینجا اصل الهیاتی رو فهمیدیم چیه؟ که باید در کلام او بمونیم، اطاعت کنیم، مناجات کنیم، تفکر کنیم، مدیتیشن بکنیم و در ضمن حضور خدا ما رو تقویت میکنه. این اصل الهیاتی بود. حالا امروز افراد مسیح چگونه باید بر اساس اصول الهیاتی زندگی کنن؟ حالا اینجاست که گفتم که این کاربرد برای ماها چجوری میتونه باشه؟ متفاوت باید باشه. شما برادر حمید مثلا از این اصل تو زندگی شما چجوری میخواید استفاده کنید؟ شما یکی دیگه برادر علی شما چجوری میخواید استفاده کنید؟ جوجو شما چجوری؟ بستگی داره که شما حالا در کجا هستید و کلام رو خوندید، تجزیه تحلیل کردید، تفسیر رو پیدا کردید، حالا رسیدید به اینجا که خداوند حالا با قلب من صحبت میکنه. خب من از نظر حضور در حضور خدا بودن و کلام و خوندن و مناجات چجوریه؟ آیا بعضم خوبه؟ بعد خیلی وقت این کار رو نکردم؟ این دیگه کاربردش به شما بستگی داره. هر کدوم ممکنه کاربرد مختلفی داشته باشید، ولی مثلا کاربرد امروزی باید باشه دیگه، کتاب مقدسی نیست، امروزیه، یعنی هرچی از امروزی. مثلا چند تا نمونه برای هر خدمتی که انجام میدهی از حضور خدا تربیت شویم. شاید یه نفر اینو بگه، آیا من خدمتی که در کلیسا میکنم، خدمت ورشیپ هست، پرستش هست، موعظه میکنم یا هر چیزی، تو آشپزخونه کار میکنم، آیا از حضور خدا تقویت میشم؟ این میتونه یه کاربرد باشه. شاید برای همه ما این لازمه. یا حتی در خونم از کلام خدا اطاعت میکنم. من آخرین بار که اطاعت کردم کی بوده؟ شاید اینو باشه. اینا میدونم فرق میکنه، ولی این چند تا نمونه است که شاید اینا باشه. به هنگام جفا مثلا اونایی که فرزند در ایران در جاهای دیگه هستن، زیر جفا هستن، برای اونا فرق میکنه، نه؟ برای اونایی تو کلیسا هستن نیستن، تو گروه خانگی هستن، شاید برای اونایی چیز دیگه ای باشه. اونایی که در ترکیه هستن الان شاید یه جور دیگه ای باشه. اونایی که تو نمیدونم کانادا هستن یه جور دیگه ای باشه. به هنگام جفا به خاطر عیسی در حضور خدا بمانیم و تقویت بشیم. شاید برای اونا این پیام باشه که زیر جفان احتیاج دارن که حضور خدا رو احساس کنن، که مثل همون جور که یوشع رو تقویت میکرد منو داره تقویت میکنه. پس به این شکل ما کلام رو میخونیم، با این اصل همیشه میریم جلو و این اصل رو واقعا مثل پنج انگشت دستتون داشته باشید که برای تفسیر همیشه عادت بدید فکرتون رو اینجوری فکر کنه. حالا بعضی از شما شاید اتوماتیک این کار رو میکنید ناخودآگاه، خدا رو شکر، ولی میخوام یکمی خودآگاهش بکنید برای اینکه مطمئن باشید که با این سیستم دارید جلو میرید و کلام خدا رو میخونید و تفسیر میکنید. متشکرم برای توجه. تو سوالی چیزی هست در این مورد؟ بله.